ناو هواپیمابر آمریکا به نروژ اعزام شد. واکنش روسیه. بزرگترین ناو هواپیمابر جهان با نام USS گرالد آر فورد امروز به سمت اسلو در نروژ حرکت کرد. اقدامی که اولین بار برای چنین کشتی آمریکایی و به منظور نمایش قدرت ناتو در زمان تشدید تنش‌ها میان سازمان پیمان آتلانتیک شمالی و روسیه بر سر جنگ در اوکراین روی داده است. به گزارش رویترز، ارتش نروژ در این خصوص در بیانیه‌ای اعلام کرد این کشتی و خدمه آن در روزهای آینده تمرینات آموزشی را با نیروهای مسلح نروژ در امتداد سواحل این کشور انجام خواهند داد. دانی کارلسن، سخنگوی مقر مشترک نروژ، مرکز فرماندهی عملیاتی ارتش، نیز در این باره ادعا کرد این سفر نشانه مهمی از روابط نزدیک دو جانبه بین ایالات متحده و نروژ و نشانه ای از اعتبار دفاع جمعی و بازدارندگی است. خبرگزاری رویترز در این باره نوشت سفارت روسیه در اسلو پس از این رویداد سفر ناو هواپیمابر آمریکا به اسلو را محکوم کرد. سفارت روسیه در رسانه فیسبوک در این ارتباط اعلام کرد هیچ مشکلی در قطب شمال وجود ندارد که نیاز به راه حل نظامی داشته باشد. با توجه به اینکه روسیه هیچ تهدید نظامی مستقیمی برای نروژ ایجاد نمی‌کند، چون این نمایش قدرتی غیر منطقی و مضر به نظر می‌رسد. پوتین: غرب می‌کوشد مانع همکاری سایر کشورها با روسیه شود. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، امروز در پیامی خطاب به نشست عمومی مجمع اقتصادی اوراسیا در مسکو در سخنانی اعلام کرد مخالفان غربی با اقناع، وعده و باج‌خواهی تلاش می‌کنند در همکاری سایر کشورها با روسیه اختلال ایجاد کنند. در عرصه بین‌المللی اکثریت با رویکردهای فدراسیون روسیه برای ایجاد معماری عادلانه‌تر روابط اقتصادی در جهان موافق هستند. سناریوی فروپاشی برای اقتصاد روسیه بدیهی است که محقق نخواهد شد. مسکو همیشه مسئولانه و با حسن نیت به تعامل با همه کشورها می‌پردازد. رئیس جمهور روسیه در این خصوص ادامه داد: امیدواریم آماده سازی اسناد مربوط به کریدور شمال جنوب هرچه زودتر تکمیل شود. کار روی روند استفاده از ارزهای ملی در تبادلات ادامه دارد. ولادیمیر پوتین در این خصوص ادامه داد: تغییرات اساسی در صحنه جهانی در حال رخ دادن است. دولت‌های بیشتری به توسعه مستقل خود پایبند هستند. همه کسانی که طرفدار تک قطبی گرایی هستند به ضرر خود عمل کرده و مجبورند از دستورات اطاعت کنند. وی در این خصوص اضافه کرد: مخالفان غربی با اقناع، وعده و باج‌خواهی سعی در کاهش همکاری سایر کشورها با روسیه دارد. مسکو همیشه به تعامل جدی با سایر کشورها می‌پردازد و به شدت به تعهدات خود عمل می‌کند. پوتین تصریح کرد تغییرات اساسی در حوزه مالی بین المللی در حال رخ دادن است. روسیه نه تنها میتواند خود را تطبیق دهد، بلکه در این زمینه به یک رهبر نیز تبدیل میشود. اقتصاد جهانی تنها از شکل گیری یک سیستم مالی بین المللی غیر متمرکز سود خواهد برد. دبیر کل ناتو شرط انتقال هواپیما به اوکراین را اعلام کرد. ینس استولتنبرگ، دبیر کل ناتو، اعلام کرد که تصمیم گیری در مورد تحویل احتمالی جنگنده های F-16 به اوکراین بستگی به روند توسعه درگیری نظامی در این کشور خواهد داشت. وی در یک کنفرانس مطبوعاتی در بروکسل توضیح داد چند روز پیش اظهارات زیادی مبنی بر آغاز آموزش خلبانان اوکراینی منتشر شد. این مسئله از اهمیت زیادی برخوردار است، زیرا در یک مرحله خاص گزینه تامین هواپیما وجود خواهد داشت، اما چگونگی و زمان آن هنوز مشخص نیست. ضمن اینکه با توجه به روند توسعه درگیری نظامی و وضعیت میدان نبرد درباره تامین هواپیما برای اوکراین تصمیم گیری خواهد شد. به گفته استولتنبرگ، این موضوع باید به تدریج انجام شود، زیرا موضوع تحویل جت‌های جنگنده بازتاب تعهدات بلند مدت به اوکراین است. وی همچنین یادآور شد که پس از پایان درگیری نظامی ناتو باید اطمینان حاصل کند که نیروهای مسلح اوکراین توانایی جلوگیری از تجاوزات جدید از سوی روسیه را داشته باشد. سرگئی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، پیش از این هشدار داد که اگر غرب هواپیماهای جنگنده F-16 را برای جنگ در منطقه عملیاتی در اختیار اوکراین قرار دهد، مسلماً آنها به هدف قانونی برای نیروهای مسلح روسیه تبدیل خواهند شد. ممنون که تا پایان با ما همراه بودید. جهت آگاهی از مهمترین رویدادهای ایران و جهان، کانال ما رو در زیر همین ویدیو سابسکرایب و زنگوله اون رو فعال کنید. وقتتون خوش و خدا نگهدار.